از در بانک اومدم بیرون، یکم بالاتر یه پسر بچه که سندروم دان بود اومد طرفم. یه چیزایی میگفت، من درست متوجه نمیشدم چی میگه. بعد از جیبش یه کاغذ در آورد، توش یه چیزایی نوشته بود، زیرش هم نوشته بود لطفا اگه حمیدو پیدا کردین به این آدرس برش گردونین. منم دلم براش سوخت، یه تاکسی در بس گرفتم بردمش به همون آدرسی که توی کاغذ بود. وارد کوچه که شدیم، یه نفر از تو ماشینی که توی کوچه پارک بود پیاده شد. تا همینجاش رو یادم. آدرس اونجا رو یادتونه؟ دقیق نه، ولی طرف های چهار لشکر بود. خیلی ممنون. به هر حال آقای خورسند، شما با من تشریف بیارید. محبوب امروز صبح قرار داره بانک چند تا کار بانکی انجام بده. یه بار زنگ زده بود، من نشنیده بودم. توی شرکت صادراتی جلسه بودم که وقتی اومدم بیرون بهش زنگ زدم. یه مردی برداشت، گفت زنتو دزدیدیم، 5 میلیون وردار بیار به این آدرس. اول فکر کردم یه نفر باز زبره داره باهم شوخی میکنه، باورم نمیشد. چند بار بهش زنگ زدم، گوشی رو بر نداشت. زنگ زدم خونه، اونجا هم کسی گوشی رو بر نداشت. اومدم کارخونه ببینم چیکار میتونم بکنم، که این عکسو با شماره محبوبه برام فرستادم. زنگ زدم بهش گفتم ندارم 5 میلیون نقد. گفتش که هر چقدر داری بردار بیار. منم حدودم 10 میلیون تو کارخونه بود، براشم بردم دادم بهشون. ما رو تو حیات دیدین و به روی خودشو نیاوردین. گفت اگه به پلیس بگی میکشمش. مگه کم آدم میکشم؟ البته شایدم اشتباه کردم، بالاخره باید به من حق بدید دیگه. کی پول بهشون دادین؟ گفت ببر بده به یه آژانس سر چهارراه لشکر، به یه راننده‌ای که موی بلند داره با ماشین قرمز. بعدش هم که تو ساختمون خودتون بودین دیدین. یعنی تو یه هفته هم کارخونه‌تون رو دزد زده، هم همسرتون گروگان گرفته شده. من نمیدونم چرا این روزا اینطوری شده جناب سرگرد. به خدا من تو زندگیم بدی نکردم به کسی. یعنی شما فکر میکنید که این دوتا ماجرا به هم ربطی دارن؟ اینطوری که شما میگید نه. خیلی خوب، باید می نوشتم ببینیم چی داریم چی نداریم. الان یه کارخونه داریم که ازش دزدی شده. خب هم دزدی شده خانم، هم آتش سوزی. آتش سوزی هم چی؟ عمدی بوده، درسته؟ آتش سوزی عمدی. شواهد فلان نشون میده که عمدی بوده. دیگه چی داریم؟ من نمیدونم، شما هیچ تفریح دیگه به جز پرونده‌های من ندارید؟ من دوست ندارم راجع به اینجور چیزا تو خونه حرف بزنم. کاوه جان، تو رو خدا خودتو نگیر دیگه. آره بگو بابا. چی بگم؟ کشف جدیده چی؟ بله، چند تا اتفاق که با هم قاطی شده. آتیسوزی عمدی، آتیسوزی عمدی، آتیسوزی عمدی، سرقت از کارخونه، آدم ربایی. کیو دزدیدن؟ زن صاحب کارخونه. یادش بفرمایید آیا امروبایی. زن صاحب کارخونه. اجازه بدید این شد یک معادله سه مجهوله. خب مجهولاتو بگی من یادداشت کنم دیگه. گلچین جان، جانم. بابا جان، الان این معادله صد مجهولیه. چرا ذهن خودتون علیکی دارین درگیر میکنید؟ اون کارخونه 100 نفر کارگر داره، هر کدوم از اون کارگرها یه مجهوله. خیلی خوب، از این سه تا شروع میکنی. چه اصراری دارید الان میشه بگید؟
خواهیم کمکت کنی؟ خب الان منو بیشتر گیج میکنید. او ناراحت شدی پسرم؟ دیگه حرف نمیزن. چرا حرف نزدیم خانم؟ نه ناراحت نشدم، فقط من کم خستم، میرم تو اتاق خودم. تیمور ناراحت شد؟ چرا باید ناراحت بشه؟ ندیدی چخ میکرد؟ خانم اگه قراری کسی ناراحت باشه اون منم نه. برای که تو رو نبرد ادارشون؟ اگرم میگفت من نمیرفتم. پا چرا دیشب اینقدر عصبانی شدی که قاشقو ول کردی تو بشقاب؟ ببین خانم، در چای لذتیست که در انتقام نیست. شما چای میخورید؟ بله. پس محبت کنید دو تا بریزید، برای من کم رنگ باشه. من؟ سلطان آشپزخونه شما هستی نه من. باشه چشم. خیلی ممنون. زن صاحب کارخونه رو دزدیدم. کم رنگ باشه خانوما. کم رنگه. سلام، ببخشید خواب بودیم، اصلا حواسم نیست ساعت چنده. نه هنوز دراز کشیده بودم فقط. ببین توی این سایتتون اگه کسی یه فایلی رو آپلود کنه میتونه خودش هم حذفش کنه برش داره. آره اگه یکی بخواد فایلش رو ادیت کنه میتونه حذف کنه یا رو ترجیح بده. ببینم چیزی شده؟ خیلی خوب، نه چیزی نیست، حالا فردا با من حرف میزنیم. باش برو بخواب. باش مخلص. برو بخواب عزیزم. خداحافظ. خداحافظ. بله. سلام، میدونم بد موقع است ولی همین الان با من تماس گرفتم، گفتم به شما بگم همین الان. سلام، شما آقای خورسند هستم، کارخانه نقش. بله چی شده آقای خورسند؟ یکی از دزدای پارچه ها بهم زنگ زد، نمیدونم شماره منو از کجا آورده. گفتین کی زنگ زده؟ یکی از سارقهای پارچه ها تماس گرفتم یالان، گفت با هم دستاش دعوا شده، زنگ زده اونا رو لو بده. آقا صبحانی خبری که نبود؟ نه هیچ خبری نبود. آقا حواستو خوب جمع کن، نمیبینم خوابیدی ها. نه اتفاقا داشتم فوتبال میدیدم. برای فردا دیگه این دوری مدرسه این سول جایی داره میارن، خیالم راحت میشه. چه عالی، والا ما که خیلی وقت داریم میگیم واسه اینجا یه دوربین نصب کنیم. خیلی خوب، تو حواستو فعلا جمع. نه خاطرتون جمع.
والا صداشو که نمیشد شما. خیلی هم آروم حرف میزد، فقط خیلی مبهم گفت اونا خواستن سهم منو بخورن، منم خواستم لوشون بدم. بعدم تونتون یه آدرسی داد که من کف دستم یادداشت کردم. چیز بیشتری نیست. این خروجی دوم همینه دیگه. آره فکر کنم همین مثل باشه. به بی سیم بزن بهشون خبر بده. دزدم خوب و بد داره به خدا. دزد خوب دزدیه که این بچه آدم دزدیشو بکنه، هیجانشو خالی کنه، بعدم بره بذاره سر جاش. ما بریم پیداش کنیم. همون کارشو کرده همون. حالا چیز دیگه یه تو کامیون بوده؟ فقط پارچه، تقریبا دست نخورده. صاحبین کارخونه هم هستن؟ بله جفتشون الان جلوی من جنسا رو تحویل گرفتن، خوش و خرم دارن میرن به زندگیشون برسن. شما چه خبر؟ مالک کامیون؟ اعلام سرقت کرده بودن هفته پیش. هر دوشون هم سرقتی هن. گویا سه روز پیش هم باراشون رو تحویل داده بودن و داشتن بر میگشتن از سمنان که به علت خستگی ماشین رو جلوی استراحتگاه نگه داشتن و خودشون هم رفتن داخل برای استراحت و صبحانه. میبینن جاتره و بچه نیست. بدون بار برگشتن؟ نمیدونم جناب سرگار، توی پرونده که چیزی نیست. باشه ممنون. فقط ما تو برگردیم اداره آمار این کسی که به خورسند زنگ زده بوده با جزئیات کامل برامون در بیاد. ممنونه. بله چشم. خداحافظ. تو چی میگی اصلا؟ سهمم. تو سهمتو قبلا گرفتی؟ شوخیم گرفته دیگه. اون یه دهم سهم منم نیست. خودت گفتی، گفتی من 10 تومن میگیرم، کاری هم به خیر و شرش ندارم. گفتم 10 تومن میگیرم بیام تو بازی، وگرنه اگه خودم برای همچین کاری انقدر پول بگیرم. بعد همون اول فکرشو میکردی، یه حرفی زدی باید پاش وایسی. حالا فکرشو نکردم. شما یه سهم منو میدی یا چی؟ زنگ میزنم به پلیس چه جنسا رو میگم. واقعا؟ چینه؟ مال فیلمه. باشه خوبه دیگه. یه جمعون عوض. نه دیگه. بذیر. بیال جمعون عوض.
خب شما دیگه کار تمومه. یعنی چی کارم تمومه؟ یعنی سهمتو گرفتی خلاص. من پدرم در اومده، اینا پاشر از اون کارخونه دزدیدن، بس سهمم همین. مثل که یاد رفته قبلا چی کاره بودی، دوم در آوردی ها، قرار نشده میخوای مویز بشی؟ این دیگه که واسه من نجوشه، میخوام سر سگ توش بجوشه. زنگ میزنم پلیس، همه تون لو میدم، پدر رو چونم در میاد. سلام جان سرنگ. سلام، مشکلی پیش اومده؟ نه. مطمئنی؟ بعد داشتیم حرف میزنیم، موقعیت پرونده رو داشتیم بررسی میکردیم. خیلی اینشالله. بفرمایید داخل. یه جلسه کاری دارم بیرون اداره، باید برام برگردم. سی ببینم جنسای این کارخونه زارم پیدا شده؟ بله، فقط که عجیبه. یعنی چی عجیبه؟ یعنی من فکر میکنم که به این راحتی ها نمیتون پرونده حل شده باشه. اتفاقای عجیب تو کار ما چیز معمولیه. به به، با طلا باید نوشتینو. به 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 به، هر شی خدا رو شکر که بی درد سر حل شد. تو خودت با توکلی هم هماهنگ کن پرونده اعتراف رو براتون بیارم. اعتراف چی؟ از پرونده ای که حل شد عجیب تره. فعلا خدا نگهدار. به من که به هر حال تو کتم نمیره که این پرونده کارخونه به این راحتی حل شده. یه زمین توکلی بزن ببینیم داستان اعتراف چیه. خودت شروع کن فعلا. تنهایی؟ حالا شروع کن، من یه سمیام زندان. چه خبر زندان؟ خبری نیست. خبری نیست. اسمش مصطفی مختاریه، دیروزم از کلانتری آوردنش اینجا. بسیار خوب. شما آمار اون شریک سارقا که گفتم با خورسند تماس گرفته، آمارشون گرفتین؟ ولی چیز خاصی نیست، یعنی در واقع اصلا مالک خط هویت مشخصی نداره. حالا احتمالا رفتن به اسم یکی از همین کارتون خوابا گرفتن، ولی باز من پیگیرشم. خیلی ممنون. فقط یه نکته جالب به نظرم اومد. اینکه کل مدت مکالمه 34 ثانیه است. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون تماس ساعت 5:30 صبح سارق با خورسند کلا 34 ثانیه طول کشیده. آها. ادامه بده. مصطفی مختاری، دانشجو سال آخر ریاضی. من که همه چی رو گفتم، چی رو باید دوباره تکرار کنم؟ هر چی رو من تشخیص بدم دوباره، سه باره، چهار باره باید تکرار کنی. سرقت و برداشت از چه طریق بوده؟ شاهین، از طریق کسی به اسم شاهین. سرقت و برداشت چطوری بوده؟ تجهیزات دندون پزشکی. چطوری بوده؟ اطلاعات حساب 30 نفر رو داشتم. قبلا توی تجهیزات دندون پزشکی کار میکردم، میدونستم که بعضی از تجهیزات گرونن. بعد میرفتم توی فروشگاه اون تجهیزات رو خریداری میکردم، اونایی که میشد قابل فروش بودن. بعد موقع حساب کردن گفتم که کارتم رو جا گذاشتم، از طریق سیستم خودشون با استفاده از اطلاعات حساب برشون واریز میکردم، بعدم اونا رو ارزون تر فروختم. کی و ظرف چند روز این کارو کردی؟ سه هفته پیش قبل از تعطیلات توی یه روز خرید کردم، توی دو روزم فروختم. چقدر پول برداشت کردی؟ $160,000. از حساب چند نفر؟ 20 30 نفر. حدودا 30 نفر. اطلاعات مربوط به حساب از کجا می آوردی؟
شاهین. شاهین این اطلاعات رو در واقع جورایی به من فروخت. شاهین کیه؟ شاهین توی دانشگاه توی خدمات کار میکرد. چون همسن و سال بودیم با هم رفیق شدیم جورایی. توی بوفه دانشگاه با هم چای میخوردیم. بعد چند بار با هم بیرون رفتیم، یعنی یکی دو بار بیرون رفتیم. کلا خیلی نمیشناختمش، فقط میدونستم که یه خونه مجردی داره تو کرج. باش صحبت کردم ادامه تحصیل بده، اونم شروع کرد خوندم برای کنکور کاردانی کامپیوتر. منم تا جایی که میتونستم کمکش کردم، یعنی بعضی شبها چون راهش دور بود میومد پیش ما میمون. یکی دو ماه یه دفعه پیداش نشد، غیبش زد. یه روز اومد دانشگاه تصفیه کرد، گفتش بیخیال کنکور دادن شده، میخواد پول در بیاره. اینجاش هم زخمی بود، نمیدونم شاید دعوا کرده بود. من نامزدم هم میشناخت، چند بار ستایی رفتیم بیرون، خونش هم رفتیم یه بار. میدونست من پول نیاز دارم برای ازدواج. نمیدونم از کجا، نمیدونم کی این اطلاعاتو بهش داده بود. یه روز زنگ زد اومد خونه، گفتش که اطلاعات حساب یه سری آدم پولدار رو دارم، نمیدونم باهاش میخوام چیکار کنم. گفتش که فقط 20 میلیون از اون پولا رو بده به من، بقیه‌اش مال خود. منم یه چند روز درگیرش بودم، بهش فکر کردم، تا تجهیزات نقشه تجهیزات دادن پشگیر کشیدم. الان چرا اینجایی؟ چرا تصمیم گرفتی بیا اعتراف کنی؟ سرگی تصمیم گرفتم دیگه سراغ اشبر نرم. در واقع یه جورایی همچین بگی نگی از دستش فرار کردم، رفتم ترمینال که از کرمان بزنم بیرون. نمیدونستم چی کار دارم میکنم و کجا دارم میرم، فقط میخواستم برم. یک قرونم پول نداشتم. چشمم افتاد به یه ماشینی که میخواست بره بندر عباس. رانندش داد میزد بندر سوار شد. آروم رفتم بغل ماشین وایستادم تا قاطی مردم برم بالا و تو بوفه خودم رو قایم کنم تا برسم. رفتم بالا، یهو راننده مچمو گرفت. کجا آخ بسر؟ نگاش کردم، گفتم میخوام برم بندر، پولم ندارم. گفت پول نداری؟ تلتم بیل خورده؟ بگو پول ندارم، به جاش کار میکنم. ببین، منو کشونی اینجا که داستان زندگی تو برام تعریف کنی. حرفتو بزن و سغرا کبرا برای من نچی. طاقت بیار گوش کن. اونی که میخوای آخرش بگی و همین اول بگو. همینه دیگه، دارم آخرشو میگم. خلاصه سوار ماشین شدیم و رفتیم تو جاده. منم تو راه پله های
اتوبوس نشستم، برای چای میریختم و میدادم دستش تا اینکه بین راه اتوبوس وایساد. مسافرها رفتن پایین و برگشتن. تو برگشت میخواستیم حرکت کنیم و من گفت پسر بپر ببین مسافرها جا نموندن، همه سر جاشون نشستن. همین دیگه، هیچ کاری با من نداشت، هیچ کاری، تا اینکه رسیدیم بندر. خدافزی کردم و اومدم برم. دوباره مچمو گرفت، بهم گفت تو که اینجا جایی نداری و کسی رو نمیشناسی، وایسا همینجا، وایسا پیش خودم، هم جا داری هم بهت پول میدم. من چه میدونستم منظورش از کار کردن چیه؟ من فکر میکردم فقط دو تا استکان چاییه و شمارش مسافرها. یعنی چی میخوای بگی؟ میخوام بگم اون چیزی که منو کشونده اینجا بی کس و کاری و بی سرپرستیه. غیر از اینه یکم دیر شده، وگرنه این مددکار اجتماعی برات میفرستدم. سوال دیگه ای نداری؟ شما باید سوال بپرسید. سوال پرسیدن من یه وقت دیگه است. اندکی صبر، غروب نزدیک است. تو تمام جلسات دادگاه شرکت میکنم قلم، نمیذارم قصر در بری. آره حتما این کارو بکن، دیدنت به هم انگیزه میده، روحی هم میره بالا. هستم. جام سربات، خودکارتون افتاده با زیر میز. قبل از اینکه بیاید برداشتم یادم رفته بود به تو بدم. اجازه میدی؟ اسمش مصطفاست، خیلی هم این کاره نیست، یعنی سابقه ای چیزی کلن ازش ثبت نشده.
یه مدت هم با خودش کلنجار میرفته که این کارو قبول کنه یا نه. در نهایت 20 تومن میزنه به حساب شاهین و کار شروع میشه. بعد یه مدت شاهین بهش زنگ میزنه میگه من 200 میلیون میخوام. با هم دیگه رفیق بودن ولی به اختلاف میخورن دیگه، کار بالا میگیره. این مصطفی از حساب کاربرا یه چیزی حدود 160 میلیون برداشت میکنه. بعد یه مدتی پای تلفن با هم دیگه دعواشون میشه. اونم بهش میگه اگه کاری که من میخوامو انجام ندی، عکسای خصوصی تو و نامزد تو همه رو پخش میکنه. یه مدتی مثل اینکه بهش کامپیوتر یاد میداده اینا رو یواشکی از رو هاردش برداشته. این بیچاره هم اومده خودش رو معرفی کرد. خیلی هم بیچاره نیست. بیچاره است دیگه. الان خودش مجرم ردیف اوله. آره قبول دارم ولی یه جورایی بیچاره است. پول یکی دیگه برده، اطلاعات حساب یکی دیگه درآورده، این مونده وسط. فعلا بذار بره، فقط موبایلش رو بده کنترل، احتمالاً باش تماس میگیره. بهش بفهمون که تنها راه نجاتش اینه که شاهین رو پیدا کنه. میدونه تنها راه نجاتش پیدا کردن شاهینه. نمیدونم عکس و فیلمو چیه ولی حاضر هر کاری بکنه ولی اونا لو نره. آدرسی چیزی از شاهین داره؟ آره یه خونه یه کوچولو تو کرج. یکی دو بارم خودش اونجا رفت و آمد کرده. البته بعد تلفن یه دفعه میره میبینه کلا خونه تخلیه شده. خیلی خب بگو فردا اینا که از حسابشون سرقت شده همشون بیان اینجا. پرونده‌شون کجاست؟ ببین دو هفته پیش همشون توی جاهای مختلف شکایت کردن. از حساب همشون هم تجهیزات دندونپزشکی گرفته؟ آره. بگو فردا بیام. حتما. ما که داریم میریم جای ما هم دوتا تیر بزن. خدا ازت قبول کن. تو امروز راستی برای چی رفتی زندان؟ یعنی خبر تازه‌ای شده بود تو دوربینا چیز جدیدی دیده بودی یا نه همینجور رفتی سر بزنی برونی؟ نگاهو میشناسم. یه عدم تمایل به پاسخگویی موج میزنه تو نگاهت که تلویحاً داری به من میگی هیچ ارتباطی به هم نداره و بهتره که بحثو همینجا قطعش کنم. یعنی من چون احساس میکنم که نزدیکم بهت میپرسم اینا رو ازت. اگه صمیمی بودم میگفتی به هم اینا رو، ولی صمیمی نیستیم دیگه، با هم خیلی فاصله داریم. کاش یکم با دستیارت مهربون بودی. یعنی صمیمی نیستی دست کم باش مهربون بودی. چه علاقه ای داری اینجوری پشت سر هم داری دری بری میگی؟ نفسی هم بینش بگیر. هر جا لطف کنی نگهداری من بقیهشو قدم میزنم. با حاضر میرسونم. نه جدی میخوام قدم بزنم. میرسونم. عزیزم تعارف نمیکنم بود، میخوام قدم بزنم. چرا ماشین نمیاری یه چند وقته؟ ماشینو مریم میبره، چند روزه داره میره سر کار. مشکلتون حل شد؟ نمک زندگی دیگه. نگر نمیده. میرسونمت. تعارف نمیکنم، واقعا میخوام قدم بزنم. آره بابا. توکلی راجع به تماس تلفنی سارق و خورسند به هم گفت. خب یه نکته ای داره. چی؟ چجوری میتونه تو 34 ثانیه این میزان اطلاعات بهش بده؟ سلام آقای خورسند، من یکی از دزدایی هستم که از کارخونه شما پارچه ها رو برداشته. نمیدونم چجوری براتون توضیح بدم ولی الان پشیمون شدم واسه اینکه اینا میخوان حق منو بالا بکشن. منم تصمیم گرفتم جای دوتا کامیون رو به شما بگم برای اینکه دستشون به چیزی بند نباشه. لطف میکنین آدرس رو یادداشت کنید. کیلومتر 20 جاده سمنان، اولین خیابون فرعی سمت راست، خیابون رو ادامه میدین که برسیم به یه دوراهی. دوراهی رو سمت چپ 3 کیلومتر میرید ماشینا رو میبینید. تا جای ماشینا رو عوض نکردن بریم پارچه هاتون رو بردارید. میشه؟ تندم گفتی ولی 34.5 ثانیه شد. من میدونم یه جای کارشو میلنگه. خود فردا حرف بزنیم. محسن
جان. پنجلی چند روز قبل از خودکشیش خودکار به هم داد، توش یه تیه کاغذ بود. خب روش نوشته بود که رعنا یه پسر 7-18 ساله داره. مطمئنی؟ من بعید میدونم. من فکر کنم میخواسته باید بازی کنه. ممکنه، فقط نمیفهمم چرا خودکشی کرده. 3-4 روز این برنامه فرقی براش نمیشت. شبیه یه جور انتقامه، نگاه نمیخواسته مرگش دست ما باشه. اصلا نمیفهم تو چرا انقدر به این فکر میکنی. مرد تموم شد رفت دیگه. من فقط خواستم بگم که تو هم در جریان باشی. هیچ کس هم به جز من و تو اینو نمیدونه. دمت گرم. برو یکم بخواب، داری میفتی. شب بخیر.